بازور جادوگر تورانی به تیغ کوه رفت و با جادو سپاه ایران رو درگیر برق و بوران کرد. دست نیزه‌دارها یخ می‌زد و سپاه توران لحظه به لحظه به قلب لشکر ایران نزدیکتر می‌شد. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان این و فرن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این بخش اول اپیزود 23 شاهنامه به نثر یعنی کین سیاوشه از پادکست داستامینوفن. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر با این اپیزود ارتباط برقرار کردید و دوست داشتید قصه های شاهنامه ما رو، حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و لایک و کامنت یادتون نره. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. در اپیزود قبل گفتیم که لشکر ایران به سپهبدی طوس برای کینخواهی سیاوش راهی توران شدند. در اولین چالش این مسیر به کوه کلات رسیدن و برخلاف سفارش کیخسرو که به طوس گفت از اون مسیر نرو، چرا که برادر من از زن اول سیاوش اونجاست، طوس به اون دژ حمله برد و با وجود رشادت‌های فرود برادر کیخسرو اون قلعه توسط سپاه ایران گرفته شد. اما 3 روز بعد از اون واقعه سپاه ایران به کاسه رود رسید. فرمانده تورانی‌ها پلاشان پهلوان رو برای جاسوسی فرستاد تا تمام لشکر ایران رو نگاه کنه و سراپرده‌ها رو بشماره. اما در اون لشکرگاه تپه‌ای بود جدایی از باقی سپاه که گیو و بیژن روی اون نشسته بودن و مشغول صحبت بودن که از کنارشون درفش پلاشان پیدا شد. پلاشان تا چشمش به گیو و بیژن افتاد پیش خودش گفت که بهشون حمله میکنم و یکیشون رو میکشم و اون یکی رو دست بسته با خودم به سمت توران میبرم. اما پلاشان که با این خیال پیش میومد، بیژن رو به پدرش گیو کرد و گفت: سلیح سیاوش مرا ده به جنگ، پسانگه نگه کن شکار پلنگ. بدو داد گیو دلیران زره، همی بست بی جن زره را گره. یکی باره تیز رو برنشست، به هامون خرامید نیزه به دست. پلاشان یکی آهو افگنده بود، کبابش براتش پراگنده بود. سواران به نیزه براویختند، یکی گرد تیره برانگیختند. سنانهای نیزه به هم برشکست، یلان سوی شمشیر بردند دست. به زخمندرون تیغ شد لخت لخت، ببودند لرزان چو شاخ درخت. عمود گران برکشیدند باز، دو شیر سرفراز و دو رزم ساز. چنین تا برآورد بیژن خروش، عمود گران برنهاده به دوش. بزد بر میان پلاشان گرد، همه مهری پشت بشکست خورد. زبالای اسپندر آمد تنش، نگون شد برو مقفر و جوشنش. اما شب که فرا رسید شرایط برای سپاه ایران سخت شد. برف سنگینی زمین رو سفید پوش کرد و سپاه کوه کوه هیزم جمع می کردن و آتش می زدن تا بتونن سرما رو از سر بگذرونن. یکی ابر تندن در آمد چو گرد، ز سرما و همی لب به دندان فسرد. سرا پرده و خیمه ها گشت یخ، کشید از بر کوه بر برف نخ. به یک هفته کس روی هامون ندید، همه کشور از برف شد ناپدید. خور و خواب و آرام گه تنگ شد،
تو گفتی که روی زمین سنگ شد. کسی را نبود یاد روز نبرد، همی اسب جنگی بکشت و بخرد. به هشتم برآمد بلند آفتاب، جهان شد سراسر چو دریای آب. لشکر ایران که این سرمای سخت رو از سر گذروندن، لحظه به لحظه به افراسیاب نزدیکتر می شدن. پیران سپه سالار توران از بیراه خودش رو تا نزدیک ایرانی ها رسوند و با سربازاش گفت آروم باشید تا ناگهانی بهشون شبیخون بزنیم. اما ایرانی ها که سپاهی پیش روشون ندیده بودن، بعد از این مسیر سخت به جای خوش آب و هوایی رسیده بودن و مشغول میگساری و استراحت بودن. پیران با 30,000 جنگجوی برگزیده به آرامی روونه اردوی ایرانیا شد. در 7 فرسنگی اردوی ایرانیا تمام گله های اسب و گاو و گوسفند سپاه ایران توسط تورانیا گرفته شد و چوپان ها رو کشتن. سپاه توس همه مست و برهنه و آماده خواب بودند. هر کس گوشه ای افتاده بود. از تمام لشکر فقط به خیمه درون گیو بیدار بود. سپهدار گودرز هوشیار بود. گیو تا صدای دشمنو شنید به اسبش نشست، زره سیاوشو پوشید و به سمت سرای سپهبد رفت و فریاد زد بلند شید، دشمن حمله کرده. گیو با داد و فریاد تلاش کرد تا هر که رو میدید بیدار کنه. جنگی سخت در گرفت، اما سپاه ایران آماده نبرد نبود. وقتی سپیده صبح زد، دشت پر بود از ایرانیان کشته شده. گودرز گرز بالای سر میچرخوند و به هر سمت که نگاه میکرد هیچ کس از یارانش رو نمیدید. توس سپه بود به دنبال پهلوانها میگشت، اما به جز گیو و چند سوار دیگه هیچ کس رو پیدا نمیکرد. اون لشکر بزرگ زیر و زبر شده بود. ایرانیا هرچه داشتن و گذاشتن و به سمت کاسرود فرار کردن. تورانیا هم به دنبالشون میتاختن. اونچه از لشکر ایران باقی مونده بود به سمت کوه رفتن. توس مثل دیوانه ها فریاد می کشید. دیدبانی رو بالای کوه گذاشتن و به این فکر بودن که هرچه سریع تر به کیخسرو خبر بفرستن و تقاضای کمک کنن. عاقبت خبر به کیخسرو رسید. از مرگ برادرش فرود سخت ناراحت و گریان شد. نامه ای به فریبرز نوشت و گفت توس را با درفش کاویان و 40 سپهبد زرین کفش به توران فرستادم. اول برادرم را کشت، بعد هم در این جنگ سپاه ایران را نابود کرد. این همه سال رنج پدر از دست رفتم رو داشتم و اشک می ریختم. هنوز به کینخواهیش بلند نشده برادرم از میون رفت. به توس گفتم به کلات و سبد کوه نرو. فریبرز، نامه رو که خوندی توس رو به اینجا برگردون. از این به بعد سپهبد زرین کفش تو هستی و گودرز تو رو راهنمایی میکنه. در جنگ شتاب نکن و گیو رو پیش رو سپاه کن. نامه رو مهر کردن و به سواری تیزپا دادن. فریبرز توس و باقی پهلوانها رو خبر کرد و نامی کیخسرو رو براشون خوند. توس درفش کیانی و زرین کفش پهلوانی رو به فریبرز سپرد و بدون معطلی و بیون که با کسی حرفی بزنه به اسب نشست تا پیش کیخسرو برگرده. زمین را ببوسید در پیش شاه، نکرد ایچ خسرو بدو در نگاه. کیخسرو بدون اینکه حتی به توس نگاه کنه گفت توی دیوانه سزاوار زنجیر رو بندی؟ ای کاش تخار به جای تن اسب تو رو نشونه گرفته بود تا جهان از آشوب توس در امان بمونه. به دشنام بکشاد لب شهریار، بران انجمن توس را کرد خار. من به تو گفتم از کلات نرو، اما تو رفتی و برادر منو کشتی. اگه ریش سفید تو نژاد منو چهرشاه نبود، سر از تن جدا می کردم توس. برو جاودان خانه زندان توست، همان گوهر بد نگهبان توست. پهلوانهای ایران زار و دل شکسته پیش رستم رفتن و اون رو برای پادرمیونی پیش کیخسرو فرستادن.
رستم به بارگاه اومد. به خسرو آفرین گفت و بعد اضافه کرد: اگرچه از لشکر و توس آزرده ای، اما اونا رو به من ببخش. برای مرگ برادرت صبر پیشه کن کیخسرو. توس هم داماد و پسرش رو در این جنگ از دست داده. رستم اونقدری با کیخسرو صحبت کرد که شاه توس رو که بار دیگه برای عذرخواهی اومده بود پذیرفت. توس جلو اومد و گفت: اجازه بدید یک بار دیگه برای پاک کردن این سرفکندگی به جنگ برم. این بار یا سر از دست میدم یا پیروز برمیگردم کیخسرو. تا امروز همچین ننگی به ما نرسیده بود که زمین از خون دلیران ایران دریا بشه. من تو رو میبخشم و حالا زودتر آماده بشو تا بار دیگه به جنگ تورانیا بری. از سمت دیگه فریبرز که هدایت سپاه رو به عهده داشت روحام رو فراخوند و گفت: پیش پیران برو بگو اینطور شبیخون زدن در راه و رسم مردان جنگیدن نیست. حالا اگر قرار به درنگ کردنی درنگ میکنیم و اگه قرار به جنگ باشه میجنگیم. اما روحام، وقتی پیش سپاه توران رسیدی حواست به پیران باشه، اون خیلی زیرکه. این بود بخش اول اپیزود 23 روایت شاهنامه به نثر و شروع قصه کینخواهی سیاوش. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. تا یادتون نرفته حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و برامون نظراتتون رو بنویسید. ممنونم که به این اپیزود گوش کردید. تا قصه بعدی، قصتون بی‌قصه.